به روح خواهرم که جوون از دستش دادم. دیشب یکی جلوی در اینجا جلوی منو گرفت. یا آقایی اگر هست اینجا بلند شه بگه من دروغ نگم، فکر نکنم. اومد جلوی منو گرفت گفت حاجی سلام. من دیرم، گفتم من کار دارم. گفت آقا یه چیز بگم برو. گفتم جان، آقا شب عبدالله شما اینجا روزه خوندی؟ روزه از نظر خود من خیلی گریه کردم. گفتم خب قبول باشه. گو همینطوری رفتم خونه، حالم خراب، گریه با همون گریه خوابم. تو خواب امام حسن رو دیدم. بعد آقا بهم گفت دستتون درد نکنه، برای بچه‌ام سگ تمام گذاشت. بعد میگو تو عالم خواب به آقام گفتم آقا کن جانم، گفتم آقا شی روزه مادرتون رو خودتون برام بخونید. بیرونی ها داخل حسینی، اگر تا حالا این به فکرت رسیده یکی آخر جلسه جلو ما بگیره بگو علی ما اینو قبلا شنیدیم. من 21 سال روزه میخونم، من تا حالا نشنیده بودم، به این فکر نکرده بودم. چطور؟ یه وقت دیدم امام حسن تو عالم خواب گریه کرد، افتادم به آقا چرا گریه رو گفت تقصیر من بود مادرم رو زدم. گفتم آقا چرا تقصیر شما؟ اگر فکر کنی به این که دارم میگم میمیری ها. گفت آخه مادرم که حجابش کامل بود، اصلا صورتش معلوم نبود. اینا منو شناختن، فهمیدن مادرم. گرفتی چی گفتم یا نه؟ یعنی منو میشناختن، این فهمیدن مادرمه. جنازه یه قدم گذاشت جلو، مادرم رفت. تقصیر من بود مادرم رو زدن. ربابم میگفت تقصیر من بود آقا به ارمله روزت. یکی دیگه هم بگم تقصیر من بود چی میگفت؟ ام البنین میومد در خونه ها رو میزد، میگفت بچه ما حلال کنید رباب ببخش. بچه میخواست آب بیاره دستاشو قرار. یه بار اومد در بزنه یه وقت سکینه در رو باکش، گفت مادر دیگه نیا در این خونه. گفت چرا عزیز دارم؟ با آخه تقصیر منه، من مشکو دادم همون برم. خیلی گران شدی آب خواستم زما، یک مشک از قبیله ی